بریم سراغ یک قسمت مهم از فصل اول کتاب علوم هفتم. ببین بحث ما این بود دقیق نگاه کنیم، پرسش مطرح کنیم، درست شد؟ دنبال علتها بگردیم. یکی از چیزهایی که کتاب مطرح کرده اینه که اگر یک دانش آموزی میخواد وارد آزمایشگاه شیمی بشه، باید بالاخره یه سری سوالا در ذهنش مطرح بشه. یکی از این سوالا این بوده که برگشته گفته که خب من قراره با یه سری مواد که معلمم تو آزمایشگاه میخواد به من بده آشنا بشم، آیا چه سوالی میتونم طرح کنم؟ کتاب اومده این سوال رو در واقع پیشنهاد داده، گفته که خب سوال اینه که فرض میکنیم اون دانش آموز در ذهن خودش داره این سوالو در واقع مطرح میکنه که آیا همه این مواد در آب حل میشن؟ خب این یک سوال بسیار مهمه. انحلال یک ماده در آب یا انحلال یک ماده در هر حلالی، هر چیزی که بتونه ماده رو در خودش حل کنه. فرایند انحلال خب فرایند شیمیاییه، ما در موردش باید توضیح بدیم، ولی همیشه برای شروع کار نیاز نداره که ما خیلی علمی همه چیزو بدونیم، همه چیزو بدونم و بیام که کارو شروع کنم. نه، یه سری اصول اولیه میخواد که من الان بهت یاد میدم که این اصول اولیه چیه در مورد این موضوع، چون اینو خیلی زیاد تو امتحانات از شما سوال میپرسن و شما بایستی راحت بتونی اون سوالا رو جواب بدی. قبوله؟ پس بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته، چطور باید برخورد کنم با یه همچین سوالی، و یاد بگیریم از این به بعد اگر سوالی در ذهن خودمون مطرح شد یا کسی دیگه ای مطرح کرد، ما بتونیم خیلی علمی و درست به اون سوال پاسخ بدیم. بهترین راه برای جواب دادن به این سوال آزمایش کردنه. شما به هیچ عنوان نمیتونی همینجوری نفت و گوگرد و جوهر نمک و برد آهن و اتانول و نمک رو همینجوری هی بهش نگاه کنی، هی فکر کنی که آیا اینو میشه حل کرد توی آب یا نه، یا بم بریزم تو آب این تو آب حل میشه نمیشه، روی آب قرار میگیره پایین آب قرار میگیره، چه اتفاقی میفته. با فکر کردن این اتفاق نمیفته، با عمل کردن من به این جواب میتونم برسم. پس کاری که انجام میدیم، باید آب داشته باشم، اینها رو بریزم توی آب و ببینم حل میشه یا نمیشه. ولی چون داستان مقایسه است، یه مقدار دقیق تر باید عمل کنیم. اگر فقط میخواستم مثلا در مورد نفت حرف بزنم، راحت ترین کار چی بود؟ نفت بردارم، یه مقدار آبم بردارم، بریزم نفت رو توی آب ببینم حل میشه یا نمیشه. ولی وقتی که چند تا ماده رو میخوام همزمان با هم این آزمایش روش انجام بدم و میخوام یه مقایسه ای داشته باشم، دیگه اینجا نمیتونی به این سادگی عمل کنی. یک سری کارهای ساده رو باید رعایت کنی. الان بهت میگم چیه. خب من اولین کاری که میکنم چیه؟ ظرف میارم که توشون آب بریزم. به این ظرفا میگم بشر، شبیه لیوانه بچه‌ها. ولی لیوانی که دسته نداره، درست شد؟ لیوانیه که بالاش یه مقدار یه حالتی گذاشتن که بتونی راحت ازش یه مایی رو بریزی بیرون. پس بشر یه همچین ساختاری داره. حالا تو ظروف آزمایشگاهیتون اونجا من شکلای اینا رو آوردم، اونجا میبینید. خب پس من میام برای هر کدوم از اینا یک بشر برمیدارم. حالا فرض کن من دانش آموزی که نمیدونم اومدم برای خودم اینجوری عمل کردم، اومدم تو اینا آب ریختم، تو هر کدوم، قبوله؟ تو هر کدوم آب ریختم، دماهاشون هم مختلفه. الان من دانش آموز این کار کردم، معلمم میاد میگه که خب تو همین الان یه جای کارت اشکال داره، و اون اشکال چیه؟ خب به نظر شما اشکال چیه؟ من الان این مقادیر رو ریختم دیگه، دماهام که اینه، فکر میکنی اشکال کجاست؟ یه کوچولو پاز بزن. ببین خیلی مهمه که تو هم فکر کنی. یه کلاس درس زمانی خیلی جالبه که من وقتی دارم یه چیزی درس میدم، شما وادار به فکر کردن بشی. پس من الان پیشنهاد میدم قبل از اینکه من توضیح بدم، تو بری فکر کنی که چه ایرادی داره واقعیت قضیه. اگر اینجوری بخوایم حل شدن اینا رو امتحان کنیم توی آب، نتیجه درستی نمیگیریم. بگو ایراداتش چیه، بعد برگرد بیا نگاه کن بقیه فیلمو. خب فرض اینه که نگاه کردی، یه دلایلی برای خودت آوردی، من الان نمیتونم دلایل تو رو بشنوم،
ولی دلایلتو داشته باش، ببین با من همخونی داره یا نه. اگر داشته باشه یک کفی مرتب بر خودت بزن، چون کار بسیار خارق‌العاده‌ای انجام دادی. حالا اینجا نگاه کن، وقتی دانش آموز من به شعرها رو اینجوری پر کرده و دماها رو هم اینجوری تنظیم کرده، میام بهش میگم ببین دست نگه دار. وقتی میخوای انحلال یا حل شدن چند ماده رو توی آب بررسی کنی، باید همه شرایط یکسان باشه. یعنی چی؟ مقدار آبی که اینجا میریزی باید یکسان باشه. تو نمیتونی یه جا آب زیاد برداری، یه جا آب کم برداری، همه شون باید یه اندازه باشن. پس لطفاً مقدار آبها رو یکسان کن. و دانش آموز من این کار رو انجام میده، مقدار آبها رو همه رو چیکار میکنه؟ یکسان میکنه. مثلا فرض کن 1, 2, 3, 4, 5 50 میلی لیتر آب تو هر کدوم از این بشرها ریخته. میگم این مورد اول. شما تو مورد دوم باید دمای همه آبها هم یکسان باشه. نمیتونه یکی 20 درجه باشه، یکی 40، یکی 80، یکی 30، یکی 70. نمیتونی اینجوری عمل کنی. اینجا فقط تو میتونی این دوتایی که 80 درجه سانتیگراد هستن رو با هم مقایسه کنی، دیگه مابقی رو نمیتونی، چون دماها رو رعایت نکردی. پس همونطور که مقدار آب باید یکسان باشه، دما هم باید یکسان باشه. پس میگم دماها رو هم یکسان کن. میگی چشم، همه رو میکنه دمای چند درجه؟ 20 درجه. حالا شرایط یکسانه. پس من الان یه چیزی یاد گرفتم، میخوام یه آزمایشی انجام بدم. همه چیز باید یکسان باشه جز اون دو موردی که دارم روش آزمایش انجام میدم. مثلا من میگم میخوام که ببینم عسل، خب، و مثلا شکر، اینها میخوام ببینم که کدوم تندتر تو آب حل میشن. پس باید مقدار آبی که برمیدارم یکسان باشه، مقدار شکری که برمیدارم با عسلی که برمیدارم تقریبا علاوه اندازه یکسان باشه، دمای این دوتا آب هم چی باشه؟ یکسان باشه. میگم میخوام ببینم که آهن توی سولفوریک اسید مثلا راحت تر حل میشه یا توی هیدروکلوریک اسید، درست شد؟ H3 یا H2O4. نمیتونی تو یکی یه تیکه آهن بندازی، تو اون یکی پودر آهن بندازی، یا تو جفتش پودر آهن میریزی یا تو جفتش تکه های آهن. یکسان نه، باید یکسان باشه، نمیتونه متفاوت باشه. شما نمیتونی برگردی بگی که من میخوام انحلال پذیریه، مثلا میخوام ببینم H3O روی فلزات مختلف چجوری عمل میکنه. خب همه رو H3O، مثلا گفتم H3O، همه رو H3O ریختم، بعد H3O حجماش هم یکسانه، دماهاش هم یکسانه. حالا فلزات رو اومدم چجوری برمیدارم؟ فلزات رو یکی پود برداشتم، یکی براده برداشتم، یکی تیکه فلز برداشتم. نه، این روال درستی نیست. فلزات هم باید همه یکی باشه. یعنی شرایط فلز هامون علاوه پودر بودن، نمیدونم تیکه تیکه بودن، همه چی یکسان، دما و مقدار اسید هام هم یکسان، غلظت اسید هام یکسان، همه چی یکسان. فقط این اسید ها که همشون H3O هن، فلز هم که همه یه حالت دارن، فقط نوع فلز ها متفاوته. پس بعد اینجوری میتونم مقایسه رو انجام بدم. اینجا ما همین کار کردیم، چون میخوایم انحلال رو در واقع بحث کنیم، میزان آب و دمای آب دقیقا باید یکسان باشه. حل، حالا شروع میکنم ریختن. اینجا رو نگاه کن، شروع میکنم نفت رو ریختن. اینو با دقت نگاه کن، زمانی که نفت ریخته میشه، من اینجا فرض کنم فیلمو نگه داشتم، اینو بیارم نزدیکتر که بتونم راحت‌تر واسات صحبت کنم. خب اینجا رو دقت کن، نفت اول که میریزی سنگینه، میره پایین، ولی بعد میاد روی آب قرار میگیره. پس اتفاقی که میفته چیه؟ یه بار دیگه با هم ببینیم، نگاه کن. درست شد؟ یه بار دیگه به صورت انیمیشن تون میبینی. حالا این دفعه اینجا میمونه، درست شد؟ پس نفت اول تو آب غرق میشه، بعد میاد بالا روی آب قرار میگیره و عملا توی آب حس میکنیم حل نمیشه. ولی یه چیز یاد باشه، این آبی که توش نفت ریخته شده بوی نفت میده. وقتی آب بوی نفت میده یعنی حتما توش نفت حل شده، ولی کم، اونقدر کم که به حساب نمیاریم. ولی دیگه اون آبه به درد خوردن نمیخوره، چون بو نفت میده نمیتونی بخوریش. این از اولی.
پس آب حل، نفت حل نشد، روی آب موند. یادت باشه میتونن سوال بپرسن این از. مورد بعدی گوگل میندازم. لحظه انداختن گوگل، فیلمو نگه داشتیم، گوگل روی آبه. وقتی که ادامه بدیم گوگل میره ته آب، حل هم نمیشه. پس گوگل در آب حل نمیشه و میره ته، میره زیر آب میمونه. این بحث چگالیه، بعداً در موردش حرف میزنیم که چه چیزهایی در آب بندازیم زیر آب میرن، کدوم ها روی آب قرار میگیرن. حالا اینجا نیا کنیم، جوهر نمک یا در واقع همون هیدروکلوریک اسید میخوام بریزم، یه محلوله، درست شد؟ وقتی که اینو میریزی، اینو با دقت نگاه کن، وقتی که اینو میریزیم این با آب قاطی میشه، مثل سرکه با آب، مثل آب لیمو با آب، اینا با هم قاطی میشن. خب بهشون میگن امتزاج پذیر، به هر نسبتی با هم حل میشن. حالا در مورد سرکه بعدم بهت نشون میدم. اینجا نیا کن، پس این با آب قاطی میشه، اصلا تو دیگه نمیبینیش. سرکه بدون رنگ، بگیری سرکه سفید بهش میگن، در واقع سرکه بدون رنگ دیگه، سفید میشه رنگ شیر، بدون رنگ. اون سرکه رو بریز توی آب، نمیبینیش، فقط بو تغییر کرده، بوی سرکه دیگه میگه، و شما نمیتونی سرکه رو تشخیص بدی. درست شد؟ اینم هم همین داستان رو داره. پس یه بار دیگه نگاه کنید چه اتفاقی میفته. میاد قشنگ با آب یه دست قاطی میشه، قابل دیدن است. اینجا نگاه کن، اتانول هم همین داستان رو داره. اتانول هم عین اونه، وقتی تو آب ریختی ببین با آب کامل قاطی میشه، دیگه قابل تشخیص دادن نیست، جفت بیرنگن و اصلا شما نمیتونی تشخیص بدید کجا اتانول وجود داره. اینم از این. حالا آهن، آهن دیگه میدونی چه اتفاقی میفته. اگه من آهن بریزم توی آب چی میشه؟ خب میره تای آب دیگه، درست شد؟ نگاه کن آهنی که بندازیم، من همه اینا رو اول اینجا رو مکس میکنیم رو سطح آب، انگار فیلمو نگه داشتم، حالا میره تای آب. و اما نمک تو آب بریزیم، نمک تو آب بریزیم، الان فیلمو نگه دار. من میدونم تا حالا نمک تو آب ریختی، ولی فیلمو نگه دار، برو زیر نمک تو آب بریز ببینم چی میبینی. بعد بیا اینجا، آفرین، ریختی، امتحان کردی، دیدی نمکی توی آب حل میشد، درسته؟ مثل شکر که تو آب حل میشه. ببین نمک تو آب میریزیم بزرگ، ببینیم این نمکی میره توی آب، حجم آب داره میاد بالا و چه اتفاقی میفته؟ این نمک تو آب حل میشه دیگه. این آب چیه؟ شوره. پس ما الان از این آزمایش هایی که اینجا انجام دادیم فهمیدیم نفت در آب حل نمیشه، به صورت یه مایعی بالای آب قرار میگیره، گوگرد ته آب میمونه، حل نمیشه، HCl جوهر نمک و اتانول جفت در آب حل میشن، دیگه هم قابل دیدن نیستن به هیچ عنوان، آهن که میدونم در آب حل نمیشه، ته آب میره میمونه، و نمک در آب حل میشود و دیگه تغییرم ما نمیبینیم، آب علاوه رنگ تغییر نکرده. بعضی مواد مثلا مثل CuSO4 در آب حل میشن و رنگ آبو تغییر میدن. من میخوام یه مورد دیگرم برگردم عقب بهتون بگم که به این نکته هم باید حتما توجه کنیم. پس اینا رو تون تون برمیگردم عقب. خب از اینجا شروع میکنم. ببین اینجا که این روغن در واقع نفت رو تو آب ریختیم، حجم آب من همینه، هیچ تغییری نمیکنه. زمانی که گوگل تو آب میندازید، نگاه کنید گوگل که تو آب میندازید، اینجا نگاه کن، حجم آب چی میشه؟ میاد بالا، درست شد؟ HCl میندازی همینطور حجم آب میاد بالا، اینجا اتانولمون هم همینطور حجم آب میاد بالا، آهن هم که میندازید دوباره حجم آب میاد بالا، اینجا نمک هم که میندازید حجم آب میاد بالا، قبوله؟ پس وقتی ما ماده ای رو با آب قاطی میکنیم، درست شد؟ حالا چه حل بشه چه حل نشه، حجم آب میاد بالا. یه نکته رو یادت باشه، وقتی یه چیزی مثل آهن میندازی، خب یه تیکه آهن انداختی، اون آهنه یه حجمی داره، بنزه حجم اون آهن آب میاد بالا. ولی یه زمانی که یه چیزی میریزی در آب حل میشه، دیگه حجم کل برابره با حجم تک تک اونا نیست. یعنی الان مثلا حجم این آب نمکه برابر با حجم آب و حجم نمکی که توش ریختی مجموعش نیست. این یادت باشه، بسیار مهمه. پس ما اینجا اون آزمایشی که تو کتاب گفته بود رو با انیمیشن دیدیم و فهمیدیم که به چه ترتیب عمل میشه. سلام به دانش آموز عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه و سر حال باشی. میریم فصل دوم،
خب معرفی طول، ما میخوایم در مورد فاصله ها حرف بزنیم. فاصله ها میتونه کیلومترها باشه، میتونه میکرومترها باشه. پس ما میایم تقسیم میکنیم فاصله ها رو به بزرگتر از متر و کوچکتر از متر. میایم قشنگ یاد میگیریم که اگر تمرینی به ما دادن که میگن این رو با چه چیزی اندازه میگیری، با چه واحدی، ما به راحتی بتونیم در موردش حرف بزنیم. موضوع بسیار ساده است، برات خوشگل هم درستش کردم که وقتی میبینی لذت ببری. این که عکس کتابه، هیچ. خب اما بریم سراغ اولین قسمت. ببینید بحث اینه که ما میخواییم در مورد این مسافت ها، فاصله بین دو نقطه و اینها حرف بزنیم. پس میگیم این متن کتاب فاصله بین دو نقطه و مسافتی را که یک جسم طی میکند با یکای طول اندازه میگیریم. طول واحدش در SI متره. این شد چی؟ متن کتابمون. تمام، قبوله؟ چیز خاصی نداره. پس من قرار فاصله بین دو نقطه رو چیکار کنم؟ یا مسافتی رو که طی میکنم با یکای طول که متر هست در واحد SI اندازه گیری کنم. این کل قضیه است. اما بریم ببینیم که در واقع چجوری بایستی این کار رو انجام بدیم. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، اینو میگیم یه متر، نه اینکه این دقیقا یه متره ها، میگیم فرض کن این یک متره. خب پس من الان یه متر اینجا دارم، درسته؟ یعنی یه چیز یه متری رو دقیقا از اینجا تا اینجا در نظر میگیرم. حالا میام اینو چیکارش میکنم؟ کوچیکش میکنم. چه اتفاقی افتاد؟ اومدم کوچیکش کردم. خب و میام 5 تا از اینا میذارم کنار هم. الان یه دونه دارم، 4 تا دیگه هم میذارم. 1 2 3 4 5، قبوله؟ شد چند متر؟ شد 5 متر. تا اینجا مشکلی نیست. پس من الان 5 متر دارم. یکای متر رو گفتم، حالا 4 تا دیگه هم کنارش گذاشتم، یه دونه یه متری گذاشتم، 4 تا هم کنارش شد 5 متر. خب حالا اینجا رو ببین، یه دونه ماشین میارم، لامبورگینی حدوداً 5 متر. خب دقیقاً اگه به من بگن این ماشین چند متره، میگم 5 متر. درست شد؟ پس از اون یکای واحد طول، یکای طول یا واحد طول که گفتیم متره و یک متر هم تعریف کردیم که اولین حالتش هست، 5 تا از این یک متر را برای یه ماشین داریم میگیم. خب ما ماشین داریم 4.5 متر، ماشین داریم 4 متر، ماشین داریم 6 متر. خب ماشین ها در واقع ماشین های سواری در نظر بگیرید، طول های متفاوتی دارن. اما بچه کنار این میام چیکار میکنم؟ یه دونه اتوبوس قرار میدم. این اتوبوس مطمئنن از 5 متر چیه؟ بیشتره. این از 5 متر بیشتره. نگاه کنید، پس اینو کوچیکش میکنم که بتونیم مقایسه کنی. این 5 متر بود، بچه این اتوبوس 12 متره. نگاه کن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 12 متر طول این اتوبوسه. پس ما داریم چیکار میکنیم؟ برای ماشین از واحد متر استفاده میکنم، برای اتوبوس از واحد متر استفاده میکنم. یکی میگه آقا اجازه، برای تریلی از چی استفاده میکنیم؟ میگم خب تریلی هم واحد متره. یکی میگه دوچرخه، میگم اونم واحد متره، چون اینا همه از یه متر بیشترن. قبوله؟ برای اسب از چی استفاده میکنیم؟ میگم اسبا خب آره از یه متر بیشترن، واحد مثلا میگیم 1.5 متر، 2 متر مثلا سر تا دم اسب مثلا دارم میگم. ولی یکی میگه گربه، میگم نه، گربه زیر 1 متره، اونو بعدم برات میگم. پس ما داریم در مورد اجسامی که بیش از 1 متر هستن حرف میزنیم. میخوام ذهنیت بدم که این بیش از 1 مترها شامل چه چیزایی میشه. پس الان ماشین سواری بیش از 1 متر بود، اتوبوس بیش از 1 متر، تریلی بیش از 1 متر، نفتکش، همه یه ماشینه که دور برات میبینی همه بیش از 1 متر هم. خب اینجا رو نگاه کن بچه، چی اومد کنار این؟ یه هواپیما. هواپیما رو هم با متر میگیم. بچه این هواپیما یه چیزی هول و هوش 70-80 متره. خب یعنی از اینجا تا اینجا حدود 70 تا 80 متر بر اساس نوع هواپیماها متفاوته. پس هواپیماها رو هم ما با متر میگیم. تازه فاصله بین دو نوک بالشون هم با متر میگن. کلا ابعاد هواپیما رو
هر جوری در نظر بگیری ما با متر میایم میگیم، قبوله؟ پس ماشین با متر، اتوبوس با متر، تمام وسایل نقلیه با متر، هواپیما با متر. حالا بریم چیز جالب به این اضافه کنیم. اینجا نگاه کن، شما فکر می‌کنید هواپیما درازه؟ نه، قطار رو نگاه کن. ما قطار داریم 500 متر 400 متر تعداد واگناش زیاده دیگه. الان این اگر اینو من 70 تا در نظر بگیرم، ببین 70 تا، اینم یه 70 تای دیگه، این 2 70 تا، این حدودا 3 تا، درست شد 70 تا، درست شد 4 70، 280 متر طول این قطاره فقط میشه. پس برای تمام وسایل نقلیه‌مون تقریبا ما داریم از واحد متر برای ابعادشون استفاده میکنیم، درست؟ دیگه تو این انیمیشن قشنگ دیدی که چه اتفاقی افتاد. حالا بریم ادامه بدیم. اینجا رو نگاه کن، اینا رو بزنیم برن. بچه ها بیایم این هواپیما رو چند تا بذاریم پشت سر هم، درست شد؟ چند تا گذاشتیم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8 تا هواپیما هر کدوم 70 متر تقریبا، حالا 60 متر فرقی نمیکنه. بعد اینجا رو نگاه کن، میخوام ابعاد دستت بیاد، میخوام شما متوجه بشی. من وقتی که این تعداد هواپیما رو کنار هم قرار دادم، حالا میام اینجا کنارش ببین چی قرار میدم. برج میلاد، یعنی برج میلادی که داری میبینی اگر ما بخوایم کنارش هواپیما بچینیم، تقریبا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 تا هواپیما باید کنار هم چیده بشه تا اینا وقتی رو هم قرار گرفتن برسن به دم نوک برج میلاد. میبینی چقدر جالبه؟ برج میلاد هم ما با واحد متر میگیم، 400 خورده متره، درست شد؟ 60 متر فقط این در واقع آنتن برج میلاد هست. پس ساختمون ها رو با واحد متر میگیم. الان بزرگترین آسمون خراشی که تو دنیا هست برج خلیفه هست، درست شد؟ تو دبی که 830 متر حدودن، 828 یا 830 متر. برج خلیفه رو در مقایسه با برج میلاد نگاه کنید. شما کنار این وای میستید، اصلا باید اینجوری نگاه کنی، خب اینقدر بزرگه، ولی چون خیلی هم پهنه نمیفهمی که این نزدیک به 1 کیلومتر، درست شد؟ 200 تا 170 تا کمتر دیگه، نزدیک به 1 کیلومتر رفته توی دل آسمون، درست شد؟ پس برای برج ها، برای ساختمون ها همه با واحد چی؟ متر استفاده میشه. اینو میگیم 820 830 متر، درست شد؟ هر 1000 متر 1 کیلومتره، خب هر 1000 متر 1 کیلومتره. من میتونم بگم این 0.8 کیلومتره، درست شد؟ میتونم بگم 0.8 کیلومتر دیگه، 800 متر تقسیم بر 1000 میکنمش که تبدیلش کنم به کیلومتر. تبدیلا رو بهت میگم، اصلا رو هوا هر تبدیلی بهت دادن علمی عین استادای دانشگاه جواب بدی. یعنی وقتی تبدیل واحد می‌نویسی همه بمونن این چقدر مسلطه تو تبدیل واحد، پس اصلا نگران تبدیل واحد نباش به موقع. خب این از در واقع ساختمون‌ها. یه دوره کوچولو بکنیم، ماشین متر، اتوبوس بگو متر، قطار متر، هواپیما متر، آسمون خراش ها، برج ها، همه چی واحد متر برای ابعادشون استفاده میکنیم. حالا ببین اینا گندن، اینجا رو نگاه کن. اگر اورست رو ما بیاریم، ببین برج میلاد شبیه یه دونه سوزنه کنار اورست. اورست نزدیک به 8700 متر خب تا نوک قله‌اش ارتفاع، 8.7 کیلومتر تقریبا، بسیار عظیمه، بسیار عظیمه، درست شد؟ میخوام بفهمی عظمتش رو. برج خلیفه رو نگاه کن در مقایسه با در واقع اورست. پس کوه ها بازم با متر میتونیم بیان کنیم. الان مثلا تو تهران کوه هایی که روبروی ما هستن هولوش 3000 3200 متر
ارتفاعشونه تا نوک قله شونه. دماوند 5000 خورده ای متره، 5500 متر حدودن، درست شد؟ این خورده هاشو ممکنه من الان اینجا دارم اشتباه میگم، هیچ ایرادی نداره، شما میتونید تو اینترنت برید سرچ کنید عدد دقیقشو به دست بیارید، ولی هول و هوش 5000 متر دماونده یا هول و هوش چند کیلومتر بگو؟ آفرین، 5 کیلومتر. هول و هوش 5 کیلومتر، بیش از 5 کیلومتر ارتفاعشه. بچه وقتی میگن بیش از 5 کیلومتر، مثلا منظورم این نیست 10 کیلومتر 8 کیلومتر، نه، بیش از 5 کیلومتر یعنی 5 تا 6 کیلومتر، خود 6 کیلومتر هم نیست، بیش از 5 کیلومتر. خب این از اورست. اورست خیلی گنده است. اورست اصلا جلوی ایران هیچی نیست. دماوند یه جایی اینجاها کوچولو، اینجا دیدی اینجا هستش دماوند، اینجا یه جایی کوچولو دماونده. اورست هم تو همین مایه هاست، یعنی در مقایسه با ابعاد نقشه ایران اصلا به حساب نمیاد، درست شد؟ ایران، شما زمانی که از تهران بخوای بری مشهد هوایی، خب بچه ها 1000 کیلومتر فاصله است، 1000 کیلومتر، یعنی از اینجا که تهرانه تا مشهد که میاد اینجا میشه 1000 کیلومتر. خب پس یعنی ایران ما یه چیزی هول و هوشه نزدیک به 2000 کیلومتر در واقع مثلا از غرب تا شرقشه. خب شمال تا جنوبش مطمئنن چه بیشتره. پس ما برای فواصلی که بین شهرها هست، فواصلی که بین کشورها هست، برای ابعاد کشورها، برای ابعاد قاره ها از کیلومتر استفاده میکنیم. خب میایم میگیم از تهران تا رشت 330 کیلومتره، از تهران تا مثلا مشهد 1000 کیلومتره، درست شد؟ پس برای فاصله‌ای که بین شهرها هست همیشه از واحد کیلومتر استفاده میشه، هیچکس از واحد متر استفاده نمی‌کنه، درست شد؟ این تا اینجا. حالا این نقشه ایرانه دیگه، نگاه کن ببینیم جایگاهش تو کره زمین کجاست. نگاه کن فقط تو کره زمین ایران اینجاست. خب شما فاصله ایران مثلا فرض کن تا کیپ تاون آفریقای جنوبی، اینم با کیلومتر میگی، مثلا 12000 کیلومتر، یا مثلا ایران تا مثلا فرض بفرمایید انگلیس که اینجا قرار میگیره، خب اینو مثلا میگن چه میدونم 4000 کیلومتر، نمیدونم دقیقا اندازش چقدره، اهمیتی نداره. میخوام اینو بهت بگم فواصل روی کره زمین رو نسبت به هم با کیلومتر بیان میکنن، با کیلومتر بیان میکنن، درست شد؟ خیلی خب تا اینجا مشکلی نیست، پس قشنگ داریم میبینیم داستان چیه. حالا کره زمین جاش کجاست در منظومه شمسی؟ نگاه کن کره زمین، این خورشیده، این قرمزه که اینجا داریم میبینی زمینه، این داره کوچولو میشه بره سر جاش قرار بگیره. بچه اینجا فواصل وحشتناک است. من عاشق نجومم، یعنی مطلب در مورد نجوم میخونم کیف میکنم، اینقدر فواصل زیاده، اینقدر فواصل زیاده که حد حساب نداره. یه چیز جالب بهتون بگم، شما شب که میشه سرتو میکنی بالا آسمون رو نگاه میکنی ستاره میبینی. بچه ها ستاره ها بسیار از ما دورن، میدونی ما نور ستاره داریم میبینیم، نور با سرعت 300000 کیلومتر بر ثانیه داره حرکت. وقتی که یک ستاره ای از ما مثلا 1000000000 کیلومتر فاصله داره، من نوری که از این دارم میبینم همون نوری نیستش که همون لحظه از ستاره در اومده به من رسیده، من دارم به گذشته اون ستاره نگاه میکنم. مثلا فرض کن ستاره منفجر شده از بین رفته، الان نمیبینی، ممکنه 100000 سال بعد تازه نورش برسه به ما. یعنی الان که داری نگاه میکنی نوری رو داری میبینی که مال 100000 سال قبل راه افتاده رسیده به ما، الان دیگه اون ستاره اصلا وجود نداره، ولی نورش تو مسافرتی که شروع کرده از اون ستاره به سمت ما داره میاد و به ما میرسه. اینا رو بهت گفتم. ببین اینجا این خورشیده، این زمینه، 150 میلیون کیلومتر فاصله است بین خورشید تا زمین،
150 میلیون کیلومتر. خب یعنی 8 دقیقه طول میکشه تا نور از خورشید به ما برسه. یعنی چی؟ یعنی نوری که من الان دارم از خورشید میگیرم، گرمایی که از خورشید الان دارم میگیرم، 8 دقیقه قبل از خورشید راه افتاده، الان نیست. اگر خورشید یه دفعه انفجار عظیمی توش رخ بده، من 8 دقیقه بعد میفهمم، نه همون لحظه. میخوام فقط فکر کنی که چقدر در منظومه شمسی ابعاد عظیمه. بازم داریم با کیلومتر بیان میکنیم، میلیون کیلومتر. خب حالا پس این تا اینجا اینو داشته باش. خب من تمام اجرام منظومه شمسی رو آوردم برات که فواصل رو ببینی. ببین نسبت ها رو رعایت کردم ها. از اینجا تا این نقطه قرمز کوچولویی که زمینه 150 میلیون کیلومتر، بگیر تا اینجا چقدره، اصلا یه چیز عظیمه. حالا این منظومه شمسیه، این یه چیز کوچولویه، بدبخته در مقابل کهکشان راه شیری. نگاه کن، این میاد اینجا قرار میگیره، یه جای کوچولو اینجا، این دقیقا اینجا، حتی منم از روی تلویزیون نمیتونم ببینم، دقیقا اینجاست. اون ابعاد اومده اینجا تو یه نقطه کوچولو قرار گرفته. شما اگر با وسیله‌ای که میتونه با سرعت نور حرکت کنه تصمیم بگیری، خوب گوش بده، تصمیم بگیری از زمین راه بیفتی بری به سمت خورشید، 8 دقیقه بعد میرسی، 8 دقیقه. ولی اگر با همون وسیله، اینو گوش بده، اگر با همون وسیله تصمیم بگیری از زمین راه بیفتی برسی به مرکز کهکشان راه شیری، 20,000 سال طول میکشه. مو به تن آدم سیخ میشه، انقدر ابعاد بزرگه. تازه این کهکشان راه شیری که از منظومه شمسی تا مرکزش 20,000 سال نوری فاصله است، و جالبه بدونی قطرش نزدیک به 100,000 سال نوریه. بچه یعنی با سرعت نور را بیفتی از این ور بخوای بری اون ور، 100,000 سال نوری طول میکشه. ما عمرمون چقدره؟ 70-80 سال. 100,000 سال و 20,000 سال با سرعت نور، تازه داری میفهمی چندین نسل باید از بین برن تو اون سفینه تا آخر سر مثلا برسن به مرکز کهکشان راه شیری. حله؟ پس ابعاد عظیمه در کهکشان. پس ما اینجا یاد گرفتیم بچه های عزیز که بایستی ابعاد رو بر اساس فواصلی که دارن واحدهای متناسب استفاده کنیم. ما برای کهکشان و نجوم و اینا سال نوری استفاده میکنیم، مسافتی که نور در یک سال طی میکنه. بعدن که تبدیل واحد یاد گرفتیم بهت میگم این مسافت چند کیلومتره. خب محاسبه میکنیم، یاد میگیریم که چند کیلومتره. ولی وقتی که بر میگردیم عقب برای منظومه شمسیمون از کیلومتر استفاده میکنیم، چون با میلیون کیلومتر اینا میتونیم فواصل رو بگیم، احتیاج نیست با سال نوری بیان کنیم، چون اینجا فواصل اونقدر کمه که به سال نوری نمیرسه. برای اندازه های روی کره زمین چی کار میکنیم؟ بر اساس کیلومتر بیان میکنیم. برگردیم همجور عقب، برای کشورها کیلومتره، حالا 1,000 کیلومتر، 2,000 کیلومتر. برای کوها کیلومتره، برای ساختمان ها متر، و برای تمام وسایل نقلیه هم از متر استفاده میکنیم. پس ما یک سفر برعکس کردیم، جلسه ای که با هم دیدیم یه بار برعکس هم داریم میبینیمش، درسته؟ پس دیگه دقیقا یاد گرفتیم که داستان به چه ترتیبه. این از واحدهای بزرگتر از متر فقط معرفی. یکاهای کمتر از متر، ما بزرگتر از یک متر رو بحث کردیم، ماشین، هواپیما، قطار، آسمون خراش ها، ساختمون ها، فاصله بین شهرها با کیلومتر بود، فاصله بین سیاره ها با کیلومتر بود، و
ولی فواصل در منظومه شمسی فراتر از منظومه شمسی، یعنی مثلا در کهکشان راه شیری دیگه میشد سال نوری، مسافتی که نور در یک سال طی میکنه. این کل قضیه بود در ابعاد بالاتر از یک متر. اما ابعاد پایین تر از یک متر، کوچکتر از یک متر، بریم سراغ اولیش. بچه ها این یه متره، قبوله؟ اینجا نیا کنید، من اینو میام به 10 قسمت تقسیم میکنم. 10 قسمت، اگر متر رو به 10 قسمت تقسیم کنی اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 قسمت مساوی، به هر قسمت میگن 1 دسیمتر. پس چی شد؟ اگر 1 متر رو به 10 قسمت تقسیم کنیم میشه 1 دسیمتر هر قسمت. بچه ها ما هر چیزی رو به 10 قسمت تقسیم کنیم میتونیم دسی قبلش بذاریم. مثلا فرض کن برگردم بگم من میخوام این ساختمون رو دقیقا به 10 قسمت مساوی تقسیمش کنم، هر قسمت میشه 1 دسی از اون ساختمون. پس دسی مال چی میشه؟ 1/10. دسی میشه مال 10 قسمت مساوی، هر قسمتش میشه 1 دسی. حالا در مورد متر میگن 1 دسیمتر. اگه کیلو رو تقسیم کنی، اگه گرم رو تقسیم کنی میگی 1 دسی گرم. میبینی؟ پس دسی داره میگه آقا تو یه چیزی رو به 10 قسمت مساوی تقسیم کردی. این یادت باشه تا اینجا. کجا به درد میخوره؟ گربه کمتر از 1 متره. من الان اینجا 1, 2, 3, 4 دسیمتر حدوداً طول این گربه خوشگلیه که اینجا داری میبینی. درست شد؟ پس چیزایی که کمتر از 1 متر هست ما میتونیم با واحد دسی در واقع ابعادشون رو گزارش بدیم. این تا اینجا. گنجشک، گنجشک کمتر از 1 دسیمتره. از اینجا تا اینجا 1 دسیمتر. خب گنجشک کمتر از 1 دسیمتره، این سوسکی که اینجا گذاشتم اون خیلی کمتر از 1 دسیمتره. پس ما دیگه دسیمتر اینجا به دردمون نمیخوره. ببین پس من برای گربه از دسی میتونم استفاده کنم، از سانتی میتونی استفاده کنی، در مورد سانتی الان حرف میزنم. خب ولی گربه رو دیگه معمولا با متر نمیگن، مثلا میگن گربه 4 دسیمتره، یا الان یاد میگیریم میگن 40 سانتیمتره، ولی نمیگن مثلا 0.4 متره. چون هر دسی 0.1 متره، 4 تا دسی میشه 0.4 متر، پس میشه 0.4 متر. میتونیم اینجوری هم بیان کنیم ولی معمولا نمیگن. چرا؟ مگه بیکاریم عدد اشاری استفاده کنیم؟ وقتی من میتونم بگم 4، چرا بگم 0.4؟ درست شد؟ پس حواسمون باشه علت اینکه واحدهای مختلف انتخاب میکنن اینه، یا واحدها رو تقسیم میکنن اینه که ما با اندازه های متفاوتی روبرویم. بریم سراغ اون دوتا. میبینید این 1 دسیمتره، گنجشک کمتر از 1 دسیمتره، سوسکم کمتر از 1 دسیمتره. خب من الان چجوری اینو بگم؟ چقدر کمتر از 1 دسیمتره؟ نیم دسی مثلا، خود دسیمتره که مثلا 1 بگم نیم دسیمتره، من که نمیتونم دقیقاً اندازه بزنم یا این اندازه بزنم. پس من مجبورم شروع کنم دسی رو هم تقسیم کردم. بچه دسی رو چجوری تقسیم میکنن؟ اونم میان به 10. همه رقم میشه تقسیم کرد. تو میتونی دسی رو نصف کنی، میتونی به 3 قسمت تقسیم کنی، ولی قوانینی ارائه دادن که بر اساس اون قوانین میریم. متر رو به چند قسمت تقسیم کردیم؟ به 10 قسمت. هر قسمت شد 1 دسیمتر. حالا هر دسیمتر هم به 10 قسمت تقسیم میکنم. نگاه کن، وقتی که هر دسیمتر من به 10 قسمت تقسیم بشه، بچه ها هر قسمت میشه 1 سانتیمتر. سانتی متر گفتم، درست شد؟ این وقتی به 10 قسمت تقسیم میشه میشه 1/10 دسیمتر. اسمشو میذارن سانتی. سانتی یعنی 1/100، یعنی انگار اون 1 متر رو به 100 قسمت مساوی تقسیم کردی. نگاه کن، من اومدم اون 1 متر رو به 10 قسمت تقسیم کردم.
دوباره یه قسمتشو برداشتم به 10 قسمت دیگه تقسیم کردم. 10 قسمت تو متر داشتم، هر قسمتش به 10 قسمت، 10 تا 100 تا، یعنی 1 متر رو اگر به 100 قسمت مساوی تقسیم کنی شما به هر قسمت میگی 1 سانتی. پس سانتی رو چجوری یاد میگیرم؟ آقا سانتی یعنی به 100 قسمت تقسیم کردن. دسی ده 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 ده، درست شد؟ دسی به 10 قسمت، سانتی به 100 قسمت. سین سین داره، ده ده داره، درست شد؟ خب پس من اومدم با سانتی آشنا شدم که 1/100 متره، یعنی 1 متر رو به 100 قسمت مساوی. تو هر چیزی رو به 100 قسمت مساوی تقسیم کنی میگی این 1 قسمت 1 سانتی از اون کله، درست شد؟ شما مثلا بیا یه حویج رو بردار به 100 قسمت مساوی تقسیمش کن، 1 قسمت رو بردار بگو این 1 سانتی حویجه، درست شد؟ پس این از سانتی. حالا این سوسکه چند سانتی متره؟ نگاه کن، 1 2 3، حدود 4 سانتی متر، حدود 4 سانتی متر. ولی این گنجشکه 1 2 3 4 5 6، حدود 6 سانتی متر، درسته؟ پس داریم میبینیم هی داریم تقسیم میکنیم که بتونیم اندازه ها رو بگیم. اگر تقسیم نکنیم میمونی توی اندازه. مثلا تو متر من چجوری بگم چند متر آخه؟ پس به همین دلیل ما تقسیمات رو انجام میدیم. حالا یه دونه مورچه الان اومد اینجا، این مورچه از 1 سانتی متر هم کمتره. خب پس من مجبورم، نگاه کن، مجبورم حالا سانتی متر رو تقسیم کنم. بچه ها 1 متر رو به 10 قسمت تقسیم کردم، شد 1 دسیمتر. هر کدوم از اونا رو به 10 قسمت تقسیم کردم شد سانتی متر. یعنی 1 متر رو به 100 قسمت تقسیم کرده بودم که هر قسمتش رو گفتم 1 سانتی متره که اینجا داری میبینی. حالا هر سانتی متر رو دوباره به 10 قسمت دیگه تقسیم میکنم، هر سانتی متر رو به 10 قسمت دیگه تقسیم میکنم. نگاه کن، این دفعه به هر کدومش میگم 1 میلیمتر. میلی چی شد؟ به 1000 تقسیم کردم. میلیمتر، میلیلیتر، میلی هویج، قبوله؟ یعنی اگر یه هویج تونستی به 1000 قسمت مساوی تقسیم کنی میگی هر قسمتش 1 میلی هویجه، این 1 میلی خیاره، این 1 میلی سیبه، درست شد؟ حالا پس من اینجا هر سانتی رو به 10 قسمت تقسیم کردم، هر قسمت میشه 1 میلی. این مورچه چند در واقع میلیه؟ نگاه کن، 1 2 3 4، این مورچه 4 میلیمتره، یعنی 4000 متره. نگران این تبدیل ها اصلا نباش، به طرز عجیبی بهت یاد میدم که یعنی اونایی که الان کنکور دارن میدن مثل تو نتونن تبدیل واحد انجام بدن. اصلا نگرانش نباش، به موقع نابود میکنیم تبدیل واحدو، مثل آب خوردن تبدیل واحد میکنی، علمی فقط داشته باش. تا اینجا مشکلی نیست؟ فکر میکنی تقسیم بندی زیر 1 متر اینجا تمام میشه؟ اصلا تمام نمیشه بچه، هر کدوم 1 میلیه. این چیه دیگه؟ اینا جزء جانورهای بسیار ریزی هستن که تو گرد و غبارا زندگی میکنن، درست شد؟ زیر 1 میلیمتره، یعنی من باید 1 میلیمترم دوباره تقسیمش کنم به 10 قسمت. و بچه این داستان ادامه دارد، این داستان پایانی برش متصور نیست. یعنی شما خود اینو نگاه میکنی میگی خب این از چی درست شده؟ میگی از سلول. سلول ها رو با میکرومتر، یعنی 1 متر رو به 1,000,000 قسمت تقسیم کن. یه بار تصمیم بگیر، شروع کن یه روز از 1 بشمر تا 1,000,000، ببین چقدر طول میکشه. اینجوری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، همینجوری برو تا بفهمی 1,000,000 یعنی چی. اصلا تا 1,000,000 نمیخواد، تو تا 10,000 بشمر، تا ابعاد اعداد دستت بیاد. ببین خیلی مهمه ها،
که من بفهمم عدد یعنی چی. وقتی من میگم بیا یه چیزو به 1,000,000 قسمت تقسیم کنیم، ببینیم همینجوری فقط میشنویم دیگه، آره گفتم به 1,000,000 قسمت تقسیم کنید، به 10 قسمت تقسیم کنید. ولی وقتی که شروع میکنی یک بار در عمرت از 1 تا 1,000,000 شمردن، میبینی بابا رو شب شد، من از 8 صبح شروع کردم الان شب ساعت 12 نرسیدم به 1,000,000. بعد ببین میلیارد چیه، بعد ببین سال نوری چیه. ببین اینجوری درس جالب میشه، اینجوری علم جالب میشه که من درکش کنم. تا زمانی که درکش نمیکنم، اه این چیه، من باید یاد بگیرم، چرا باید اینو یاد بگیرم، آخه برای چی، به چه درد میخوره. نه، زندگی همش همینه، همین یاد گرفتن است، تا آخرش همینه. ولی مسئله که آدم وقتی یاد میگیره لذت میبره، بعد باید باحالش کنی، یعنی یه کاری کنی از اون یادگیریه کیف کنی. یکیش همینه. الان خیلی ساده بهت بگم، برگرد به یکی بگو، بگو من یه دونه، همش مثال هویج دارم میزنم، یه دونه مثلا همون هویج، خب بده به یکی، بگو اینو به 10 قسمت مساوی تقسیم کن. این یکی از سخت‌ترین کاراست، 10 قسمت مساوی برای یک هویج اصلا امکان نداره. ولی یه دونه مثلا چوب مکعب مستطیل ابعادشو کار ندارم، بگو اینو میخوام 10 قسمت مساوی تقسیم کنی. به عنوان کار دستی یه بار این کار انجام بده تا تشخیص بدی بابا والا به 10 قسمت مساوی تقسیم کردن اصلا کار ساده ای نیست. پس گفتیم که این از سلول تشکیل شده و سلول ها در حد میکرومترن، یعنی 1 متر رو به 1,000,000 قسمت مساوی تقسیم میکنی. مثلا میگه که این سلول 1 میکرومتره. بعد یکی برمیگرده میگه خب این سلوله از چی درست شده؟ میگه از اتم ها درست شده، مولکول ها درست شده. میگه اونا پس چقدر؟ بعد میبینی باید خوب گوش بده، خوب گوش بده. بچه 1,000,000,000 9 تا 0 داره، 1,000,000,000 12 تا 0 داره. تو باید 1 متر رو 1,000,000,000 قسمتش کنی. میلیارد خیلی عدد بزرگیه، وحشتناک بزرگه. ببین حالا 1,000,000,000 چی؟ باید به 1,000,000,000 قسمت تقسیمش کنی، بعد یک قسمت رو برداری بگی اینجا یه دونه مثلا اتم آلومینیوم میتونه قرار بگیره. بعد تازه میفهمی بابا این غوله جلوی اتم ها. ابعاد یه چیز عجیبیه. به خاطر همین من اینجا کاملش رو وسط میارم که دیگه تو ذهنت داشته باشی. ببین اینجا متر، 1 متر قبوله. ابعاد بالاتر از متر رو که باش آشنا شدی، اگر 10 برابر 1 متر باشه بهش میگن دکا، 10 برابر دکا، 100 برابر هکتو، یعنی هکتومتر میتونی بگی، هکتو کیلو میتونی بگی، درست شد؟ هکتو گرم، معذرت میخوام. مثلا 1,000 برابر که بشه میگن کیلو، درست شد؟ پس ما وقتی میگیم 1 کیلو منظورمون 1 کیلو گرمه، مثلا منظورمون 1,000 گرمه. مگا 1,000,000، گیگا 1,000,000,000، ترا 1,000,000,000، درست شد؟ 1,000,000,000 میشه 1 ترا. ترا رو کجا شنیدی؟ هارد 1 ترابایتی، هارد 10 ترابایتی، درست شد؟ گیگا رو کجا شنیدی؟ ما هارد داریم 500 گیگابایت، یعنی 500,000,000,000 بایت ذخیره روش میتونه باشه. 500,000,000,000 بایت بیشترتون ممکنه داشته باشید یه هارد 500 گیگابایتی تو خونتون که مثلا اطلاعاتتون اونجا دارین میریزین اصلا تموم هم نمیشه، هر چقدر تو اون اطلاعات میریزید باز هست، باز جا داره. خب مگا رو کجا میبینی بچه ها؟ فلش، من یه فلش دارم 64 مثلا مگابایته،
البته دیگه الان فلشام رفتم تو سمت گیگ، ولی من اولین فلشی که خریدم 250 مگابایت بود، مثلا 15 سال پیش اون موقع من خریدم 80,000 تومان، اینقدر گرون بود که اصلا حد حساب نداشت، باید فکر میکردی و میخریدی. الان شما یه دونه اون 250 مگا بودا، مگا، الان شما میری هارد میخری 64 گیگا میذاری تو جیبت انگار که مثلا یه چیز معمولیه. نه بهش فکر کنید، عجیب غریبه این چیزایی که ما داریم الان ازش استفاده میکنیم. میایم سراغ چی؟ کیلو. وزنهایی که استفاده میکنیم 10 کیلویی 20 کیلویی تو باشگاه میری وزنه هست 200 کیلو درست شد. و میایم اینجا وقتی تو دسی میریم دیگه تو دسی گرم و اینا نمیریم، مثلا میگم دسی متر. ببین من برای مداد از دسی متر میتونم استفاده کنم، سانتی متر که دیگه معرف حضور همه است، تو خونه همه یه دونه از این سانتی مترها هست که هی چپ و راست قدمون اندازه گیری میکنیم، کوتاه شد بلند شد، کوتاه که نمیشه بلند شد، چرا کوتاه میشه؟ پیر که میشیم یه چیزی بهتون بگم، قد آدم ها کوتاه میشه وقتی که پیر میشن، مثلا 180 تو دوران جوونیش، بعد کم کم این قد کم میشه. چرا؟ دیگه اینجوری میشه دیگه، کم کم قد میاد پایین، کم میشه، بعد بدبختانه گوشا گنده میشه، دماغ هم گنده میشه. ما شانس آوردیم زود میمیریم، اینو جدی میگم. میدونی چرا؟ اگر همینجور ادامه داشت، مثلا فرض کن قرار بود مثلا من 500 سال زندگی کنم، خب چی میشد؟ قدم کوتاه میشد، گوشم گنده میشد، دماغم هم گنده میشد، تبدیل به فیل میشدم کم کم. همون بهتر زودتر میریم قبل از اینکه بشیم فیل. این واقعیت ها، چون گوشا گنده دماغم گنده، نمیدونم چیه داستان، تازه دماغم کم کم موام در میاره. ولش کنیم بهش فکر نکنیم. میلی لیتر میریم آمپول بزنیم، روش نوشته 5 میلی لیتر درست شد؟ این الان مثلا 3 میلی لیتریه، نوشته 5 میلی لیتر، 2 میلی لیتر باید دارو به ما تزریق بشه. پس این واحدها داره استفاده میشه، این واحدها داره استفاده میشه. و میکرو و میکرولیتر، 1 میلیونیوم لیتر. شما ابزاری داری که میتونی در حد میکرولیتر، بهش میگن پیپت های اپندورف، درست شد؟ ابزاری هست شما میتونی در حد میلی لیتر ماده برداری و بریزی و تو آزمایشگاه بسیار پیشرفته در واقع استفاده میشه. پس ما اینجا یاد گرفتیم که داستان چیه. یه بار میخوام تند با هم بریم، درست شد؟ پس متر رو به 10 قسمت تقسیم کردم، شد دسیمتر، درست شد؟ بعد دسیمتر رو به 10 قسمت تقسیم کردم، شد سانتیمتر. بعد اومدم چیکار کردم؟ هر سانتیرم به 10 قسمت دیگه تقسیم کردم، شد میلیمتر. و خود اون میلی هم گفتیم که قابلیت تقسیم شدن دارد. بریم سراغ جمع‌بندی طول. میخوایم جمع‌بندی کنیم اون چیزی که در مورد طول گفتیم. خب نگاه کنید، ما اینجا اومدیم یک تقسیم بندی قشنگ آوردیم، متر، کیلومتر، سال نوری، از این ور سانتیمتر، میلیمتر، میکرومتر، نانومتر و آنگستروم. خب بریم دونه دونه ببینیم، بشناسیم و لذت ببریم. بچه اول متر، چیزایی که با متر میگیم، ساختمونا هستن، حیوانا هستن، حتی نهنگ، درست شد؟ همه ی حیوانات، جانوران دور ما، ماشین‌ها، ساختمون‌ها، همه با متر بیان میشه ابعادشون. نگاه کنید در مورد ساختمون‌ها، من اینجا مثلا این عکسی که آوردم در واقع ابعاد ساختمون‌ها تا بزرگترین آسمون خراش رو براتون آورده، درست شد؟ که همون برج خلیفه است، بقیه‌اش دیگه حالا تو کشورهای مختلفه، کاری نداریم. پس برای ساختمون‌ها همه از متر استفاده میشه. عرضم به حضور شما که برای حیوان‌ها، آدم‌ها، وسایل نقلیه یادمون باشه همش متر. برای جانوران بسیار بزرگ دیگه، ما از نهنگ بزرگتر جانوری رو کره زمین نداریم، البته تو دریاست، درست شد؟ اونم از متر. مثلا یه نهنگ ممکنه 30-40 متر طولش باشه. بعد سانتی متر برای حیوانات کوچول موچول مثل چی؟ گربه،
مثلا سگ، موش، مار میتونه از اینها استفاده بشه. اینا سوالیه که ممکن ازتون بپرسم. بریم سراغ میلیمتر. میلیمتر دو تا چیز واسه آدم خیلی قشنگه. یکی اینو نگاه کن. این عکس خیلی جالبه. یه گلبول قرمزه. خب میتونی رو چی قرار دادن؟ روی نوک سوزن. یعنی قشنگ داری میفهمی. این همون نوکیه که وقتی دستمون میره جیغمون در میاد. ولی وقتی گندش میکنیم میگه این که تیز نیست. نه. خیلی بزرگ شده و شما یه گلبول قرمز رو دارید میبینید که روی یه نوک سوزن قرار دادن. بسیار عکس قشنگه. در مورد جانوره من از این کفش دوزک خیلی اصلا قشنگترین حشره‌ای که شما میتونید پیدا کنید. اینها در حد چی هستن؟ میلیمتری هستن. البته اینجا اون سوزنه میلیمترها، گلبول قرمز نه. گلبول قرمز میکرومتره، یک میلیونیوم متر میشه. خب که اینجا دارید میبینید، اینا هم الان براتون توضیح میدم. اینا هاگ هستن، اون دانه ها یا گرده هایی که گل ها در واقع پراکنده میکنن بهش میگن حالا اون گرده یا هاگ هر چی که هست. اینا در واقع در حد میکرومتری هستن و گلبولای قرمز که داخل رگ های در واقع خونی ما حرکت میکنن، در واقع خون رو در واقع تشکیل میدن، در ابعاد میکرومتر. بعد میریم سراغ نانومتر که مولکول ها رو میتونید با نانومتر در واقع بگید. یک میلیاردیوم متر، یعنی یک متر رو به یک میلیارد قسمت تقسیم کنید مولکول ها. بچه این مولکول بهش میگن باک مینیستر فولرن، درست شد؟ باکی بال هم بهش میگن. 60 اتم کربونه، درست مثل توپ فوتبال میمونه بچه ها، درست شبیه توپ فوتبال ها. نگاه کنید هر کدوم از این قسمت ها، این رأس ها، یه دونه کربن بذار به هم وصلش کن، دقیقا میشه در واقع باکی بال. یه کربن مولکول جالبی از کربنه. و آنگستروم. آنگستروم میاد ابعاد مولکول ها رو در واقع میگه، اتم نه ها، مولکول. این خیلی جالبه این سیستم. میخوام اینو واسه توضیح بدم، هرچند در سطح چه میدونم دکتراست، ولی یه جوری واسه توضیح میدم کیف کنی. نگاه کن ببین، اینا یه وسیله درست کردن بهش میگن AFM، AFM Atomic Force Molecular، درست شد؟ حالا گوش بده. میدونی چیه؟ اینجا نگاه کن، اینو گذاشتیم اینجا، اینم گذاشتیم اینجا. خب این نوک انگشت من رو در نظر بگیر، اینو من میذارم اینجا، چشم رو میبندم، این که میاد میخوره به این، میاد بالا انگشت من، از روی این رد میشه میاد پایین، بعد میاد آها خوردم به، میاد بالا. نگاه کن ببین، روی این انگشت من حرکت میکنه، میفهمه چه شکلیه، میاد پایین، درست شد؟ حالا تو فرض کن مدام من روی این حرکت کنم، من تقریبا شکل این دستم میاد، با چشم بستم میتونم بفهمم که این چه شکلیه. خب حالا این سوزنه میاد رسم میکنه، یعنی به ابزاری که وصله میاد شروع میکنه اون چیزی رو که در سر مثلا تغییرات سطح داره تشخیص میداره یه جا رسم کردن و شکلی رو که از روش رد شده بسید میکشه. حالا اینجا نگاه کن، میاد این مولکول رو میذارن رو سطح، یک سوزنهای بسیار ریز در ابعاد مولکولی درست کردن از جنس سیلیکون و این میاد روی مولکول حرکت میکنه همونجوری که روی این مثلا میتونه حرکت کنه و شکل مولکول رو در میاره. الان فعلا تصویر اونقدر واضح نیست، ولی چند وقت دیگه شما به همین وضوح ولی تصویر واقعی از این در میارید. اینو خواستم براتون توضیح بدم چون بسیار تکنیک جالب و هیجان انگیزه که شما یه مولکولی درست کنید. چون مثلا شما، من رشتم شیمی عالیه، درست شد؟ دکترای شیمی عالی. تو شیمی عالی شما باید بیاین کربن ها رو به هم وصل کنید، مولکولایی که کربن دارن رو به ترتیبی به هم وصل کنید و ترکیبات عالی بسازید. چون ترکیبات عالی، ترکیبات عالی نه عالی بسیار خوب، عالی با الف، درست شد؟ ترکیباتی هستن که از کربن و هیدروژن درست شدن. اتصال اینها به هم مثل این، خب نزدیک به 15 میلیون ترکیب عالی تا به حال سنتز یا کشف شده از طبیعت و بسیار مهمن. همه داروهایی که میخوریم اکثرشون ترکیبات عالی هن.
بیشتر داروها ترکیبات عالی هست. پس به همین ترتیب وقتی که این ترکیب رو درست کردیم من باید بشناسمش دیگه. ببین این شکل مولکولی رو که من درست کردم و بهم نشون میده، در حالی که من اصلا نمیتونم ببینمش. راه های تشخیص ساختار مولکول ها سخته، وقت گیره، ولی این الان داره به جایی میرسه که به راحتی میتونیم در واقع مولکول رو بسازیم و ببینیمش، بعد بگم آها درسته، من درست کربن رو به هم وصل کرده بودم. خیلی جالبه. و بعد میریم سراغ سال نوری که برای دیگه مفصل گفتم. ما اینجا ایم توی کهکشان راه شیری و از اینجا تا مرکز کهکشان 20 تا 25 هزار سال نوری فاصله است. یعنی چی؟ یه بار دیگه اگر با سرعت نور حرکت کنم، یعنی در هر یک ثانیه 300 هزار کیلومتر برم. بچه میدونی 300 هزار کیلومتر یعنی چی؟ یعنی در عرض یک ثانیه 7.5 دور دور کره زمین بزنی. در عرض یک ثانیه، اصلا تو این کارو بکن، یک ثانیه، در عرض یک ثانیه، ببین یک ثانیه این میشه 1001 1002، این شد یک ثانیه 1001 1002، یک ثانیه است. تو یک ثانیه 7.5 دور دور دستتو بچرخون، 1001 1002، اصلا نمیتونی. بعد نور تو یک ثانیه 7.5 دور دور کره زمین میزنه. حالا بعدم تو یکی از جلسات نشون میدم اینو. خب اگر با این سرعت نور حرکت بکنی 20 تا 25 هزار سال طول میکشه تا برسی مرکز کهکشان راه شیری. پس سال نوری یک واحد بسیار بزرگه، اصلا به درده مثلا از این سیاره میخوام برم مثلا اونی که سیاره تو منظومه شمسی، این اصلا به درد نمیخوره، برای فواصل بسیار دور کاربرد داره که دیگه مثلا طرف نمیتونه عدد نمیتونه بگه، مثلا یه عدد بنویسی 20 تا 25 تا صفر جلوش بذاره، خب چجوری بخونم اینو؟ به خاطر همین میگن سال چی؟ نوری. اینم از جمع‌بندی ابعاد واحدهای طول.